تالش یا تولش که به فارسی تالشستان گفته میشه، به منطقه کلی گفته میشه که منطقه سکونت و بیشینه جمعیت تالشان هست که شامل استان گیلان و اردبیل و بخشهایی از جمهوری آذربایجان هست که اون بخشهایی که در جمهوری آذربایجان واقع شده بهش تالش گشتاسپی میگیم. فرم جمله بندی و ساختار ملودی که موسیقی تالشی یعنی فرازها و فرودها مبین قدمت این موسیقی هست، اما تاریخچه معین و دقیقی در دست نداریم از موسیقی تالش. برخی روایت های محلی که نمادهای اسطوره های موسیقی تالشی هست مشخص میکنه که ما باید پژوهش های گسترده ای رو در این موسیقی شروع کنیم و البته شروع هم شده، سری تجربیاتی صورت گرفته ولی کافی نیست و باید تداوم پیدا کنه. این موسیقی به طور کلی از لحاظ فرم به 5-6 قسمت کلی تقسیم میشه. یکی از اونها دستان هست یا دستون که همون آوازهای تالشی رو میگیم که ساختار اصلی موسیقی تالش رو تشکیل میده. دومی پرده یا هوا هست که ملودی رو تشکیل میده. سومی تصنیف یا ترانه است که این قطعه که امروز میزنیم از جمله اونهاست. چهارمی نوروزخانی، پنجمی لالایی ها یا لیلی ها هست و ششمی مولودی خانی که بیشتر برمیگرده به موسیقی مذهبی. دستان ها معرف جنبه عام موسیقی تالشه که به اون دستون یا در پارسی دستان گفته میشه و معمولا در فرهنگ ها اون رو به معنی نغمه یا افسانه یا آواز تعبیر کردن و در موسیقی زیاد کاربرد داره. این دستان ها یا دستون ها مبتنی بر دو بیتی ها هستند و در هر نقطه ی تالش ممکنه به یک سبک و سیاقی جلوه کنه. به خاطر تفاوت در فرهنگ یا گویش ها و همچنین همجواری با فرهنگ های دیگه و تعامل با دیگر فرهنگ ها، هر کدوم از این مناطق دستون به خصوص خودش رو داره. به عنوان مثال دستون شانجمن و ماسال با دستون دولاوی اسالمی یا کردگان رودی متفاوت هست. ترانه ها و تصنیف ها معمولا تعداد محدودی هستند. اینها یا حماسی و رزمی هستند که مربوط به داستان قهرمان ها یا پهلوان هایی هستند که هر کدوم از اونها نمادی از یک معرفت اخلاقی یا ارزش مثبت اخلاقی هستند، مثل گنرونگره و محمود به که داستان یک قهرمانی به نام محمودی هست که یک قومی میان اموال و دارایی های او رو به تاراج میبرن و همچنین خواهرش رو میدزدن. خواهرش یک للوایی یا ساز نی رو همراه خودش داشته و از طریق این ساز نواختن اون محمودی رو مطلع میکنه که یه همچین بلایی سرشون اومده و محمودی به جنگ و ستیز با این گروه معاند میپردازه و اموال خودش رو و خواهر خودش رو میتونه نجات بده. یا اینکه این تصنیف ها نغمه های کار هستند و بیشتر زنان اونها را اجرا میکنن. زنان در مزارع برای موزون کردن حرکات کار و ایجاد روحیه در کارگران و رفع خستگی این آوازهای دست جمعی رو اجرا میکنن، مثل آمان لیله یا کوکو بخونه، کار بشیمون ننه و از این دست که مضمون اونها یا برمیگرده به نحوه کار یا عاشقانه است یا برمیگرده به طبیعت و فضای طبیعت تالش و زیبایی های طبیعت، یا اینکه این نغمه های کار مربوط به فعالیت های کار در خانه هست، مثل شیردوشی، نخریسی، بافندگی. مدل دیگه ترانه ها همون نغمه های عارفانه است که معمولا توسط دراویش طریقه قادریه و نقشبندیه به اجرا در میاد و در مراسم مذهبی بیشتر اجرا میشه. حالت گروهی داره و کرخانی داره، مثل بابا طاهری، مولودنامه، زیارتنامه صوفیان و از این دست. از دیگر انواع ترانه و تصنیف نغمه های بزمی هست که برمیگرده به نغمه هایی که بیشتر در مجالس عروسی و بزم شادانه اجرا میشه، مثل هیار هیار همین آهنگ که امروز اجرا میکنیم، مبارک باو و آمان آمان. از دیگر فرم ها
هوا یا پرده بود که بیشتر به موسیقی بدون کلام و سازی گفته میشه. گسترده ترین بخش موسیقی تالش هست و یا حالت وسمی داره یا حالت رزمی داره یا حالت بزمی داره. بیشتر با ساز نی یا لله اجرا میشه. در گذشته سرنا هم بوده ولی امروز خیلی کم شده و سرنا نوازان اثری ازشون نیست. یا با نیلبک اجرا میشه. عناوین و حالتهای هوا یا پرده، ریه پرده، شترزنگ یا شترزنگی، پاییز هوا، ورزا، جنگ دوشه، هواکیچه، پرده و غیره هست. دستون‌ها معمولاً از لحاظ فراز و فرودها دو بخش کلی دارن. یک بخش فراز هست، یک بخش فرود هست. و معمولاً از فراز یعنی از اوج شروع میشه موسیقی و به فرود میاد. معمولاً در دستگاه شور یا ابهتها اجرا میپردازن و دارای تحریرهای خاصی در این دستون‌ها هست و ویبرهای پایانی و ایست روی یک نوت با حالت ویبره از خاصیت‌های این فرم به حساب میاد. در تلفیق و تطبیق هجای شعری ممکنه گاهی کلمه اضافه بشه در حد یک هجا و این هجا ممکنه کوتاه باشه، گاهی کشیده باشه تا بتونه اون شعر و موسیقی رو به هم خوب تلفیق کنه. در تصنیف‌ها یا ترانه‌ها ما در بسیاری از اونها می‌بینیم که شروع کلام از پایه نوت یا تونیک نیست. ملودی معمولاً از درجه هفتم به درجه هشتم گام مربوطه حرکت میکنه و بیشتر در شش هشتم یا دو چهارم ساخته میشه. فیگورهای ریتمیک معمولاً با موسیقی سنتی ما کمی تفاوت داره. این هجای اضافی که در دستونها بود در تصنیف‌ها هم ممکنه جهت هماهنگی کلام و موسیقی ایجاد بشه. در هواها یا پرده که معمولاً دو حالت هستن، یا ریتمیک هستن یا به صورت آوازگونه اجرا میشن، فاقد میزانبندی خاص یا به صورت ریتم آزاد اجرا میشن. در ریتمیک ها یک موتیف برگرفته از کلام ممکنه با کمی تغییر دگر سازی یا بدون تغییر بارها بارها تکرار بشه و در اونهایی که حالت آوازگونه و بدون ریتم مشخص هستن، نوت آخر با ویبره طولانی ممکنه به اجرا در بیاد که یک حس حزن به شنونده القا میکنه و معمولا هواها به صورت بداهه توسط نوازنده اجرا میشن. سازبندهی که در منطقه تالش وجود داره سازهای زهی، دیوان یا باقلاما، تنبور، تار، سنتور، ستار، کمانچه و چگور هست. سازهای بادی نرمنا یا بالابان، سرنا، لله یا نی هفت بند، دوزله یا جفتی استفاده میشه و سازهای کوبه‌ای شامل دایره، دف، تنبک، دهل و نقاره هست.